ای آن که در نگاهت خورشید خفته است، من نامه را به نام تو آغاز می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، یا مقلب القلوب والابصار و یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت. به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در آغاز سال نو بهار طبیعت در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم. تبریک عرض می کنم سال نو را خدمت همه شما خوبان و عزیزان و امیدوارم هرچه غم و غصه و نابسامانی در زندگی دارید با تحویل سال مبدل بشه به شادی و سرور و عشق و سال نو و امسال سال تعجیل فرج آقامان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد. با ویژه برنامه سال نو، سال نو حال نو، مهمان خانه های شما خوبان هستیم و در خدمت سرور ارجمندم جناب ماستر سید یونس حسینی ماهر، کارشناس ارشد علوم قرآنی. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. احسنت، لذت بردم ماشاءالله بیان زیبایی که شما دارید. لذت بردم خدمت شما عزیز جناب حسینی و همه همکاران خوبتان سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شما بینندگان نازنین، کسانی که آمدن پای تلویزیون ها و با هم آمدن سال جدید ان شاءالله شروع بکنیم، سال خوبی ان شاءالله داشته باشیم در کنار شما و همجوری که آقای حسینی برادر ما فرمودن ان شاءالله سال فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. خدمتتون هستم. بزرگ سلامت باشین استاد، خیلی خوش آمدین و خوشحالیم که در آغاز سال نو در بهار زیبا در خدمت شما هستیم و افتخار تلمذ در محضرتان را داریم. استاد، موضوعی را که در خدمت شما هستیم موضوع صله رحیم هست، از سنت ها انعنات و رسم و رسوم هایی هست که معمولا در سال نو اتفاق میفته و مردم متوجه این موضوع هستند. ابتداعا اگر لطف بفرمایید صله رحیم را لغتا و اصطلاحا بر ما معنا بکنین و تعریف بفرمایید این که صله رحیم چه هست. چشم، چقدر قشنگ فرمودین، چقدر مناسبت خوبی داره حسینی. بله، صله رحیم همونجوری که فرمودین، ببینید ما یک وصل کردن داریم، چیزی رو به چیز وصل میکنیم. درود بر شما. صله به معنای احسان، به معنای وصل کردن، به معنای اقتران و نزدیکی است. رحم هم میدونن چقدر قشنگ، از لحاظ لغتی حساب بکنید خداوند رحیم هست، خداوند مهربان هست. بله. در رحمت الهی به روی همه ما بازه. صله رحیم یعنی وصل کردن رحم ها به هم دیگر، مهربان ها به هم دیگر. این از لحاظ لغتی حساب بکنیم. و چقدرم به جا فرمودن که سال نو حال نو. بله. یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. چطور حال ما خوب میشه با صله رحم؟ با صله رحم. اگر من بر برادر خودم، پدر و مادر خودم، عموی خودم، کلگی از ارحام خودم وصل بکنم، ارتباط قلبی خودم، اینو میگن صله، وصل کردن. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. خیلی خوش آمدید شما، زنده باشید. این میشه صله به معنای واژه صله. رحم مرش کردیم، از رحمت میاد. با هم مهربانی دارن. بیادر با بیادر مهربانی داره. خواهر با خواهر مهربانی داره. و در لحاظ اصطلاح، از لحاظ اصطلاح ببینید، از لحاظ اصطلاح وقتی معنا میکنیم، از لحاظ اصطلاح به معنای این است که شما میایین به برادر خودت، به نزدیکان خود مهربانی میکنی. بسیار. این شود صله رحم، مهربانی کردن به هم دیگر. این از لحاظ لغتن و لحاظ اصطلاحاً. خدمت شما هستم. اگر سلامت باشین استاد. استاد، زبان عربی یک زبان بسیار گسترده است. بله. و یک کلمه گاهن میتونه که چندین تا معنا داشته باشه. حالا چه ارتباط میان این صله
که گفتی نمو ارتباط برقرار کردن و دید و بازدیدها و این هاست و صلات هست. یک چیزهایی به ذهن آدم میرسه که اینا هم خیلی احتمال داره که با هم نزدیک باشن. احسنت احسنت، چقدر ذهن کنجکاو و زیبایی داری شما، چقدر قشنگ مطفید. ارتباط بین صله، عرض کردیم صله یعنی ارتباط، وصل کردن. شما میبینی به قوم خیش خودت وصل میکنی، ارتباط برقرار میکنی، ارتباط برقرار میکنی. احسنتو، صلات یعنی چی؟ یعنی ارتباط بین خدا خیلی بده. صلات معنی ارتباط بین معبود و عبد. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. ارتباط بین شما وقتی پا میشه برای اینکه یک نماز بخونی، دست نماز میگیری، وضو میگیری، برای ارتباط بین خودت و خداوند، خودت پاک و منزه. بله، بین این ارتباط بسیار زیباست. تو با قوم خویش خودت ارتباط برقرار میکنی که رحمت ایجاد بکنی، که رحمت بر خودت بیاری و برای او بیاری. برای صله یعنی صلات، صلات و صله هم خانواده هستن. بله، همونجوری که شما فهمیدید زبان عربی زبان بسیار گسترده است، زبانش که قرآن به زبان عربی است. پس بین صلات یعنی ارتباط بین بنده و خداوند ارتباط زیبایی است. وقتی که تو ارتباطت با خداوند وصل میکنی، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ارتباط برقرار میکنی خودت را با خداوند سبحان. این ارتباط بسیار زیبایی است بین صله و صلات. بسیار عالی، خیلی خوب استاد. سخن از قرآن هم به میان آمد. تلویزیون و برنامه ما را که شما میدونین که برنامه همیشه برنامه های با معنویت داره و زیبا است. بحث هایی را که در اینجا داریم همیشه خوب کوشش ما بر اینه که همیشه برگرفته از آیات و روایات و اینها باشه. بفرمایید که قرآن کریم چه اشاره ای کرده؟ صله رحیم را اشاره اصلا کرده به این موضوع یا خیر؟ و ای که دیدگاه قرآن نسبت به این موضوع چی هست؟ با چی دیدگاه این موضوع را مطرح میکنه و بیان میکنه؟ چقدر جالب، چقدر جالب. مگه میشود من بنده، من معبود، بین خودم و او صله ایجاد بکنم، وصل ایجاد بکنم؟ مگه میشود خدایی که صاحب این صله هست، خودش وصل کننده است؟ عرض کردیم ما برای وصل کردن آمدیم، مگه می شود اشاره نشده باشه در قرآن؟ قطعا بیان شده. سوره مبارکه بقره، اولین دومین سوره قرآن بعد از حمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه مبارکه 27، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. ان يوصل همه هم خانواده است، از یک خانواده هستن. این وصل کردن، خدا فرمود، دستور داده خدا. قسمت اول که کار نداریم که نقض عهد میکنن، بحث دیگری است، از بحث ما خارج است. اما دستوری که خدا داده، امر الله بهی ایوصل، خدا دستور داده به ما که چیکار بکنیم؟ وصل بکنیم بین خود ما. اگر قرار بود، اگر قرار بود خدا تک تک ما را تنها خلق میکرد، فردن فریدا خلق میکرد، چه معنا داشت اجتماع انسانی؟ چه معنا داشت بشر؟ چه معنا داشت خانواده؟ چه معنا داشت این که من بین خودم و خانواده خودم ارتباط برقرار بکنم؟ باید وصل بکنم. امر الله و دستور است. ببینید آقای حسینی، یک امر داریم، یک انجام دادن کار داریم، فعل داریم. وقتی خدا میفهمد امر الله بهی، خدا دستور داده به من، من عبد تابع هستم، پسندم آنچرا جانان پسندد. چقدر زیباست که من بیام نگاه بکنم خدای قرآن، کتاب اطرت و همچنین اطرت کتاب خدا و اطرت نهج البلاغه امیرالمؤمنین، اطرت رو جلوی خودم بگذارم. هدل للناس، هدایت است. به من فرموده امر الله به ای یوصل، به من دستور داده که وصل بکنم. چرا؟ چون تبعات مختلفی داره. اگر من خدای نخواسته بین خودم و خانواده خودم که از رحم من هستن، از وجود همدیگه هستم، از خون همدیگه هستم، اگر این ارتباط قطع بکنم، اولین عضو و کوچکترین عضو اجتماع که خانواده باشه از هم میپاشه. وقتی از هم پاشید، خدای نخواسته خانواده از هم میپاشه. وقتی خانواده از هم پاشید، مجموع خانواده تک به تک میشود اجتماع، مجموع اینها میشود یک اجتماع بزرگ، اجتماع عظیم. اگر من از خانواده خودم ببرم،
از برادر خودم خبر نداشته باشم، از پدر پیرم خبر نداشته باشم، از مادر گیسو سفیدم خبر نداشته باشم، قطعا به مشکل میخورم و دچار انفکاک و جدایی خانواده. قطعا زندگی معنای آنچنانی یک باید داشته باشه را نداره. همچنین در سوره مبارکه آل عمران چقدر فرمود، همه تون یاد دارین، برادر نازنین، خواهر نازنین که پای تلویزیون نشستین، کلتون این آیه مبارکه را یاد دارین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كل جيب رسمان الهي چنگ بزنن، واذكروا نعمه الله عليكم، از این طبیعت ها و نعمت هایی که خدا بهتون داده استفاده بکنن، نعمت ها رو ببرن، لذت ببرن. اصل خلق کردیم شما رو بر همین نعمت ها، این نعمت ها رو خلق کردیم که شما بین پروبال بگیریم، برسن به خدا، وصل بکنی خودتون به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. بهم استفاده بکنه قبل از اینکه بریم. احسن اذ کنتم اعدا، قبلا دشمن بودین با هم، اما خدا چیکار کرد؟ فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. خدا فهمون به برکت صله رحم، به برکت ارتباط خودتان و احسانتان آمدن، شما را چی قرار دادم؟ بین قلب های شما الفت قرار داده. بله، این میشه بعد آیات قرآنی. و دشمنی مبدل به دوستی شد. خدا خیرتون بده، دشمنی مبدل به دوستی شد. ایرکی قرار داد خداوند سبحان، کسی که خودش خالق صله رحم هست. بسیار زیبا باشید. از دیدگاه قرآن بود بیان کردین، بسیار زیبا، تشکر. در روایات هم به این موضوع اشاره شده خیر؟ بله، در روایات ببینین پیامبر رحمت، پیامبر نور چقدر زیبا فرمود. فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله اهل بیتی عترتی اهل بیتی، این دو تا ثقل یک دیگر هستن. بله، یعنی دو کفه ترازو هستن. میشود از قرآن بگیم و از آیات و روایات بگیم و از روایات نگوییم؟ نمیشود. یک کفه ترازو رو بگیم، یک کفه دیگه چی میشه؟ باید اینا ثقل اصغر داریم و ثقل اکبر داریم، اینا با هم همتراز هستن. میشود پیامبر رحمت و پیامبر نور رو فراموش کرد؟ نمیشود. چقدر زیباست از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم. فهمود هنگامی که خداوند خلق رحم کرد، رحم خلق کرد، این گونه فرمود چقدر زیباست، دل بدید تو رو خدا. ببینین اگر من دل دادم به روایت، به آیات و روایت دل دادم، آیه حسینی قطعا آموزگاری بهتر از قرآن روایت نداریم. چقدر فهمود حتماً. خدا فهمود انا الرحمن. بله، به به، و انت الرحم، خطاب به رحم میگه، میگه انا الرحمن و انت الرحم، شققت اسمک من اسمی، اسم توی رحم از اسم خودم که رحمان باشد گرفتم، اشتقاق کردم، گرفتم از اسم خودم. بله، مشتق شده از اسم خودم. مشتق شده، آفرین. فمن وصلک وصلته، به به، هر که با توی رحم وصل کرد با من خدا هم وصل کرده. فمن وصلته وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. کسی که با توی رحم، یعنی برادرت باشه، خواهرت باشه، خالد باشه، پدر باشه، مادر باشه، مادر کلام باشه، کل اقوام، بستگان، نزدیکان، کسایی کل نزدیکان باشد، فهمود ومن قطعك قطعته، اگر قطع کردی قطع شده از طرف ما دیگه. ببینید چقدر زیباست، خدا آمده با ما خیلی ساده این مطلب بیان کرده، خیلی راحت گفته که آقا حتی حدیث داریم، این گلاس او پیش ما هست، حتی فهمود ما حدیث داریم، فهمود صلوا ارحامکم ولو بشربة من الماء، ولو بشربة من الماء. من بیادرم که لنش سم میگم او میخوری خدمت شما، این میشه صله رحم. چقدر زیباست فهمود سلی ارحام کنید، ولو به شربت من الماء، حتی شده یک گلاس آود دست بیادرت بدی، میشه سلی رحم. بسیار زیبا، خیلی عالی. استاد روایات با چه دیدگاهی به این قضیه نگاه میکنه؟ ببینید سوال دقیقی پرسیدید. روایات وقتی نگاه میکنیم به روایات، گاهی اوقات سلی رحم به چهار دسته تقسیم میکنه، به چهار دسته. بله. یک زبانی که قرآن فهمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره که نساء آیه 86، و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. اگه کسی آمد به شما سلام داد، چقدر جالب، آمد به شما سلام داد، گفت سلام علیکم،
شما بگو که و علیکم السلام و رحمت الله. در جامعه ما شما بعضی از نازنین ها میگن و علیکم بر سلام، اشکال نداره، نیت مهمه. ای که فهمود و علیکم السلام، و علیکم، حالتون چطوره، احوالتون چطوره، فهمود اذا حییتون به تحییت فحیو به احسن منها. بحنه. اگر کسی به شما سلام داد، شما زیباترش کنن. شما بین چرا، چون به احسن وجهتر پاسخ بدین. احسن این ارتباط زیباتر میکنه، این ارتباط بهتر میکنه. فالف بین قلوبکم، الفت ایجاد میکنه بین قلب ها. اگر شما به ما سلام دی، سلام علیکم، ما طرف سیل کردم که اون سلام وظیفه بود خردتر بر کلامتر سلام بده. نه، اصلا پیامبر رحمت، پیامبر نور، هرگز شخصی پیدا نشد که بر حضرت در سلام کردن سبقت بگیره. حتی در تاریخ داریم که شخصی آمد پشت دیوار خودش مخفی کرد، گفت این دفعه میخوام بر پیامبر سبقت بگیم بر سلام. اما قبل از اینکه پیامبر برسه، قبل از اینکه پیامبر را سلام بکنه، پیامبر به او سلام داد. چرا پیامبر پیامبر نور شد؟ به خاطر همین ارتباط بیانی زیبایش. یک بخش که عرض کردم خدمتتون به معنای بیان کردن، زیبا سخن بگیم، زیبا صله رحم انجام بدیم، حرف بزنیم، محاوره و گفتگوی خوب داشته باشیم، خدا خیر بده. ببینیم ما داخل قوسی، من قوس براتون باز بکنم، بی ربط نیست با صله رحم. برادر نازنین، خواهر نازنین، شما زن شوهری که در خانه هستین، یکی از بهترین ارتباط های بین شما صله رحم است. پیامبر فرمود با هم سلام بکنین، صحبت بکنین، جور پرسانی بکنین. نگین آقا من شوهر هستم، نه، من عمل صالح من ذکر او انثى و هو مؤمن، فرقی نداره. سلام به پیامبر فرمود از این سلام دادن با کلام بیانی این صله رحم زیاد بکنین که ارتباط بین شما خوب میشه. بله، الف بینهما کما الفت بین علی و زهرا، اللهم الف بینهما. این صله رحم بیانی میشه. اما گاهی اوقات نه، صله رحم چی میشه؟ صله رحم فعلی میشه. فعلی یعنی کار ما. چه رقم الان این برنامه که شما سعی میکنن، برنامه ایست که بله صله رحم تدوین شده، زحمت میکشن دوستان، آقای حسینی و همکاران نازنینشان. شما فعلی انجام میدی، یعنی چی؟ یعنی دید و بازدید میکنی. بله، حالا شاید بگی آقا کرونا است، تو با رعایت مسائل بهداشتی میری خانه اطراف، در خانه خویشاوندان خودت، دوستان خودت، قومای خودت، این میشه صله رحم فعلی. جناب آقای حسینی نازنین، ما خدمتتون هستم. دو مورد دیگه هم داریم که اگر شما فرمایش داشتین ان شاء الله خدمتتون هستم. خواهش میکنم. نه، با موضوع قشنگ اشاره کردین، جا داره تشکر بکنم از همکاران عزیزم که یک سال خلاصه ما را با کم و کاستی پذیرفتن و خلاصه زحمات را کشیدن و برنامه خوب را تهیه کردن برای بیننده ها. تشکر میکنم از تک تک همکارانم. استاد، 4 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم با این سوال که صله رحم چه فواید و آثار در زندگی داره؟ یک آثار خدمتتون عرض بکنم، همین فکر میکنم کفایت میکنه، بعد ان شاء الله اگر توفیقی بود خدمتتون هستم در برنامه بعدی. ببینید آقای حسینی، هر کاری، هر علتی، هر معلولی اگه علتی داره، هر چیزی علت داره، خدا به دلیل کلا یعوذ بالله چیزی را خلق نمیکنه. اولین فایده که برای صله رحم، برای من و شما کلگی ما، خدا بیان کرده، فرموده اولین اثری که صله رحم در زندگی دنیای شما داره، باعث زیاد شدن عمر شما میشه، طولانی میشه عمرتان. شاید من نمیخوام طولانی شدن عمر، یک چیزه، یکم برکت داشتن چه اشکال داره؟ من از خدا بخوام خدایا عمر طولانی به من عنایت بکن، اما با برکت باشه. عیسی ابن مریم علی نبی و علی و علیه السلام فرمود خدایا و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا بودم خدا مرا مبارک قرار داد. چقدر زیباست که ما این عمل بکنیم، این عمر با برکت، احسنت، صله رحم انجام بدیم و عمر ما عمر طولانی و با برکت خواهد شد. بسیار تشکر استاد. یک وقفه کوتاه با بیننده های عزیز ببینیم و دوباره در خدمت شما هستیم. پس از وقفه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. یا مقلب،
قلب ما در دست توست، یا محول حال ما سرمست توست. کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار. بیننده های عزیز و گرامی، دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. ادامه برنامه حال نو سال نو، ویژه برنامه سال نو را بیننده هستید و ما هم آمدیم بیرون تا از بهار زیبا و از طبیعت زیبا، از زیبایی های خدادادی استفاده لازم را ببریم و همچنان در خدمت جناب آقای حسینی ماهر هستیم، کارشناس ارشد علوم قرآنی، با موضوع صله رحیم. جناب استاد دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. سلامت باشین شما استاد. بحث ما این بود که صله رحیم چه آثار و فواید در زندگی داره و یک موضوع اشاره کردین، این که از فواید صله رحیم این است که عمر زیاد میکنه. ادامهش در خدمت شما هستیم. در خدمت اهل بیت باشین انشاءالله. ببینید آقای حسینی گل، اگه اجازه بفرمایید، من به خاطر که وقفه که شما فرمودین وقت کم شد، یه مقداری برگردم به همین آیاتی که در مورد صله رحم وجود داره. درود بر شما. یه مقداری بحث بکنیم بعد انشاءالله خدمتتون هستم. با احساس میشد که موضوع تکمیل نشده باشه. آثار صله رحم شما فهمیدین، باز بریم سراغ روایات و احادیث. ببینید ما عرض کردیم که در آیات قرآن بسیار تأکید شده به صله رحم. اگر نبود اصلا از خداوند حکیم این کار اصلا بعیده که چیزی بفرماید و بعد دستور بده. امر الله بهی ایوصل، امر و دستور کرده بعد بگه که نه، حالا هم یک دونه آیه بود، چه بسا یک آیه هم برای انسان کفایت میکنه. بله، یک آیه خدا فرمود. ببینید ما آیه داریم، فرمود کتب علیکم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف. خیلی راحت و ساده براتون بگم، فهمود خداوند کریم، خداوند رحیم و رحمت، فهمود اگر شما از دار دنیا رفتین، ببینید سرور نازنین، بیادران و خواهران نازنین که دارین برنامه رو میبینین، به ما دستور دادن، به ما راه حل دادن، به ما برنامه دادن. بدون برنامه زندگی ما پیش نمیره. هدل للناس هست، برنامه هدایت هست، به ما برنامه دادن. حتی برای بعد از مرگ ما و شما هم به ما برنامه دادن. چقدر زیبا برنامه دادن. فهمود اگر شما از دار دنیا رفتین، از دار دنیا رفتین همجوری نمیشه که بابا، همجوری که نمیشه از دار دنیا رفتی دنبال کار رفتی خدا حافظ. نه بابا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبادت خلق کردیم شما را. فبود اگه از دار دنیا رفتین برای خودتون ماترک گذاشتین. ماترک یعنی چی؟ یعنی چیزی که از خودت به جایی میگذاری، چیزی که از این دنیا نخواهی برد الا یک کفن، چیزی که پیشت میمانه، از گلاس آب بگیر و از کامپیوتر بگیر و از کل چیزا، وقتی که براتون میمانه حساب شده خرج میکنی. درود باش. همینجوری آد چرتنداز هرچی شد، هرچی آید خوش آید، نمیشه که، حساب کتاب داره. فهمو چیکار کنه؟ ان ترک خیرا الوصیه، یک للوالدین، اولین نقطه که هدف میگیری، صله رحمی که هدف میگیری، اولین چیز خدا فهمود برای پدر و مادرت بگذار. پدر و مادر احسان. پدر و مادری که احسنت، پدر و مادری که مخورد بودم، مرا کلان کرد با خون دل، لقمه از دان خودش گرفت و دان من گذاشت، وقتی میفتادم مرد بغل میگرفت. قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمده مادر، واقعا تمام وجود، تمام هستیش فدای فرزندش کرد. پدری که مثل کوه ایستاده بود، که وقتی پدر، من خودم چون خدا هم با شما رحمت کنه، پدر مادر ما رو خدا رحمت کنه، پدر که بره کوه انسان میره، فبود این همه برای شما زحمت کشیدن، تکیگاه میره. آیا شایسته است که ما بیم اول از همسایه در همسایه شروع بکنیم؟ فهمود نه، للاقربین. اول فهمود للوالدین والاقربین، اول پدر مادر خودت دریاب. نه یه بگو آقا بچه عمویم هست، خالم هست، فهمود نه 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 نه. روی حساب و کتاب اول پدر مادر، دو والاقربین، باز نزدیک ها، معروف. آفرین، بالمعروف. چیز خوبی که، کار خوبی که از خودت باقی میگذاری، وصیت خوبی که از خودت باقی میگذاری، حتی مال حلالی که از خودت باقی میذاری، پدر و مادر. استاد حرف قشنگی میزد، میفهمود که وقتی که میخوای پدر و مادر نیکی بکنی، نه یا بگی که آی حسینی تو که داری میری همین مسیره،
میفهمی که پدر مادرم خانش کجاست، زحمت بکشم این بوجی برنج بده در خانه پدر مادرم. فبود نه این کارا نکن، فبود خودت وردا بوجی برنج تا باند سر موتورسیکلت برو سمت خانه پدر، سمت خانه مادر برو، بوسه به دستان نازنین پدر و مادر بزن و بگو که کم ما و کرم شما، بده اینه در پدر مادر، خودت با دستان خودت هیچ. نه اینکه بگی آقا انشالله سلام برسان، بگو که ایره بچه برد فرستاد، فبود نه کارم داشته باشی، پدر مادر زحمت کشیده واجب تره در اولویت، در اولویت بالمعروف. این از این چقدر زیباست، دو فرمود یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. کیف میکنم از بیان زیبای شما، اصلا بزرگوار شما، بیان زیبای قرآن، بیان زیبای قرآن. فهمود من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم، کارم و تو بهشت است. امیر المؤمنین امیر بیان اسدالله الغالب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام فهمود ای انسان تو برای بهشت خلق شدی، فلا تبیعوها الا بها، فقط خودت به بهشت کمتر از اون نفروش. اتزعم بانك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، تو فکر میکنی همین موجود دو پا هستی، نه به خدا، وفيك در وجود تو انطوى یعنی نهفته شده، العالم الاكبر در وجود تو جهان نهفته است. جوان فقط سزاوار بهشت، فقط سزاوار بهشتی. فهمود میخوام انفاق بکنم. ببینین انفاق کردن در زبان عربی معنی خرج کردنه، شما بر زن اولادت خرج میکنی، بر پدر مادر خودت خرج میکنی، این میشود انفاق. فهمو چیکار کنم اگه انفاق بکنم؟ فهمو ما برنامه داریم، نه یا همون تو خرج بکنی، برنامه داریم. اگر انفاق کردی باز فل الوالدین وال اقربین، اول پدر و مادر بعد اقربین. این از چیزی که عرض کردم خدمتتون. ببینید در مورد زنده باشید، بله. در مورد روایاتی که فهمودین، ما یک روایت خدمتون عرض کردیم قبل از وقفه‌ای که بریم، خدمتون عرض کردیم که طول عمر میده به زندگی انسان، برکت میده. جوان نازنین، پدر داری خوش به حالت، مادر داری خوش به حالت. اون نازنینانی که پدر و مادرشون به رحمت حق پیوستن، باز هم از گردن مسئله رحم برداشته نمیشه، چه بسا مورد عاق والدین قرار بگیر انسان در قیامت. چه کنم؟ بوجی برنجی که میبردی به دست نازنین پدر میدادی، دست مبارک مادر و پدرم میبوسیدی، همون بوجی برنج وردار بعد از فوتشم برو بیا چیکار بکن، بره فقرا بده. فقرا میگه خدا پدر و مادرت رحمت کنه، بله اینم خیلی عالیه، دعاست. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اجزهما بالاحسان احسانا و به سیئات غفرانا. پدر و مادری که وقتی زمین میخوردم صدایم بلند میشد، مادر میدوید گریه میکرد، مرا بغل میگرفت، میگفت عزیز دلم اشکال نداره، خیره برو ادامه رو برو. پدر میگفت برو عزیز دلم، دست من میگرفت. این در روایات خیلی بیان شده. فهمود یک از چیزی که در روایات بیان شده، در کناری که عمرت زیاد میکنه روزیت زیاد میکنه. چقدر خیلی عالی، عمر داشته باشی روزی هم داشته باشی دیگه، چه غصه داری؟ چه غصه داری؟ واقعا روزی زیاد میشه. چرا انسان غم و غصه میخوره وقتی پدر مادر این موجود نازنینه هم در دنیا و هم در آخرت داره؟ همو در دعای دست بگو رب ارحمهما، خدای ببخش اینا رو. چقدر زیباست اگر من پدر، شما مادر، آمدم برای پدر مادر خودم در قنوت دعای خودم دعا کردم، بچه‌ام در حق من دعا میکنن، بچه‌ایم کل نسلم در حقم دعا میکنن، فهمود روزیت زیاد میشه. چی غم داشته باشم اگر پدر مادر داشته باشم، دعا بکنم در حقشان، کمکشان بکنم در پیری و ناتوانی، قطعا روزیم زیاد میشه. و موارد خیلی مختلفی داریم که خدمتتون هستم ان شاء الله. شما لطف دارین بزرگوارن، اصلا عشق میکنم، کیف میکنم که کلام الهی را با این بیان زیبای شما میشنویم. همچنان وقت داریم و خلاصه به صله رحیم هست، هر چیزی که شما دوست داشته باشید میشنوید. ببینید آی حسینی، هر چه بگیم کم گفتیم. تبیان لکل شی، نهج البلاغه امیر المؤمنین روی میز ما هست، اطرت هست. از اطرت بخوایم بگیم، پیامبر رحمت فرمودن ان اعجل الطاعت ثوابا صلت الرحم. جوان نازنین، عزیز بزرگوار،
همشیر نازنین ما که در پای تلویزیون خودتون نشستن و دارین برنامه رو سعی میکنن بردارین، چقدر زیباست آقای حسینی پیشش قلم و کاغذ هست، بردارین بعض نکات رو بنویسیم. ما نداریم چیزی الا از قرآن و اهل بیت علیهم السلام. زودترین طاعتی که ثوابش به انسان میرسه میدونین چیست؟ صله رحم هست. در کتاب ارزشمند اصول کافی بیان شده که زودترین چیزی که سراغ انسان میه و زود انسان بهرمند میکنه صله رحم هست. خدا شاهده، خدا خودش میدونه که نیکی به پدر و مادر و برادر خودت می دستش میگیری، می میگی برادر من حتی چقدر زیباست، بذار قشنگترش بکنم. حضرت فرمود، معصوم علیه السلام فرمودن اگر نمیتوانی بیایم آقا یک بوجی برنج برداری، یک چند کیلو گوشت ببری، نمیتونی در حد خودت کمترش کن، بازم نمیتونی، فرمود بشین پای صحبت بیادر خودت، بیادر نسبی و سببی خودت. نسبی یعنی برادر خونی خودت، سببی کسانی که با ازدواج باشون نسبت داری. فهمید نمیتونی کمکشون بکنی، حداقل بشین در کنار اینها چیکار بکن؟ باشون صحبت بکن، همدردی، همدردی بکن. احسنتم احسنتم. فهمید همدردی بکن. مشکل چیست؟ چرا چند وقت درس نمیایی؟ چرا چند وقت ما میرم فوتبال میرم آوازی میکنم، چرا نمیای با ما؟ چی شده؟ چرا در یک غم و اندوه هستی؟ فهمید اگر بشینی پیش پای درد دل این فرد بشینی، یک از بزرگترین سلی رحم ها رو انجام دادی. جوان حتما این خیلی خوبه که پیسه بدی کمک بکنی، این خیلی خوبه که گوشت بگیری، این خیلی خوبه که میوه بگیری بری در خانهشون، اما اگه نتونستی، اگه نداشتی، اگه نداشتی چیکار باید بکنیم؟ پای صحبت بنشینیم. این مطلب بعدی. باز از یک زاویه دیگه وارد بشیم. روایات انقدر زیاده، دست ما انقدر پر است نسبت به روایات که هر چه بگیم کم گفتیم. فهمود الصدقتو علی القرابت صدقتون و صلتون. ببینین صدقه دادن ما بد معنا میکنیم. مادر در بچه میگه صدقه چیم؟ تمام وجودم فدایت باد مادرم. تصدقت اینا کلشون صدقه. ببینیم ما برای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صدقه میدیم، برای سلامتی پدر مادر ما خود ما صدقه میدیم، برای سلامتی خانواده تون صدقه میتی. اما یک رای صدقه این نیست که پیسه از جیب بکشی داخل صندوق صدقات بندازی یا در دست فقیر بدی. این بله، اما ما فقط یک زاویه را دیدیم. صدقه دادن یعنی که برداری مثلا نسبت به خانواده خودت، زن اولاد خودت، خواهر خودت، بیادر خودت، پدر و مادر خودت باشن زندگی میکنی، همیشه مثلا ماهی 2 کیلو گوشت میخریدی، حالا هر 2 ماه یک بار 1 کیلو گوشت بخره بر خانواده، 1 کیلو دیگه شه وردار برو به قوم خیشت بده. اونایی که ندارن نمیتونن خودشان تهیه کنن، اونا هم در اولویت قرار خدا دادن. خدا خیرتون بده. به والله العظیم قسم از هر دستی که بگیریم از دست بعدی خدا عنایت میکنه. یک استادی حرف قشنگی میزد، میگفت که من پولی نداشتم در حساب خودم، گفت که از مسجد خارج شدم، یک فقیر در مسجد هر روز میشیشت، من نمیتونستم کمکش بکنم. یک حدیث شنید، گفت یک حدیث شنیدم که اگر با جیب خالی بیای به فقیر کمک بکنی این هنر هست، این هنر هست. گفت همو که در جیبم بود دادم بهش. به من گفت که خدا شاهده چند قدم بر نداشته بودم چندین برابر 10 برابرش برم به حسابم آمد. دخمتون هستم زهران. سلامت باشین استاد. لطف دارین شما، بزرگوارین. خیلی خوشحالیم که در این روز زیبا در آغاز سال در خدمت شما هستیم و بیننده های عزیز و گرامی هم ما را ببخشن. اگر سر و صدایی هست و آب و هوا تغییری برش ایجاد میشه، خب بهار است دیگه، چیکار کنیم؟ نمیشه کارش کرد. از قدیم گفتن بعضی آدم ها که یک خوی خاصیتشون زود تغییر میکنه و زود ناراحت میشه و زود مثلا خوشحال میشه، اینا میگه ایره بیخیال شو، مثل هوای روی بهار میمانه. حالا ما در هوای روی بهار هستیم دیگه، خلاصه تغییر ایجاد میکنه اینا. ما هم گاهن که حواس ما پرد میشه کمی طرف نگاه میکنیم، بهار است و پر از زیبایی های خودش دیگه، زیبایی های خدادادی حواس ما رو پرد میکنه. در خدمت شما هستیم استاد، 4 دقیقه دیگه با این موضوع میشنیم از شما. چقدر زیباست که دقایق آخر را اختصاص بدیم به وجود نازنین با کرامت ربیع الانام. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام بر آقایی که فرمود به خاطر او تمام هستی و کائنات
خلق شده، بقیت الله هست. ما در بهار طبیعت هستیم، گلهای زیبا، حتی اگه صدای پرندگان میشنوی چقدر زیباست. فرمود بهترین صله رحم برای شما، حتی از پدر و مادر که مهربان تر هستن، فرمود بهترین صله رحم، صله رحم نسبت به امام خودت هست. اگر ما آمدم امام زمان خودم را مورد عنایت و توجه ویژه قرار دادم، چرا؟ چون فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، لحظه ای از یاد شما غافل نیست امام زمان. چقدر زیباست که بگوییم السلام علی ربیع الانام، سلام بر بهار قلب ها امام زمان، و نظرت الایام، و خرمی و زیبایی روزها. خدا خیرتون بده با این موضوعی که انتخاب کردن، و انشالله بر طبق فرمایش قرآن ختامه مسک شد، زیبا شد آخر کلام ما با کلام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیر و سلامت باشین استاد. تشکر از حضورتان، ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و دعوت ما را پذیرفتید، و خیلی خوشحال شدیم که در آغاز سال نو کلام الهی را، آیات، روایات، احادیث را از زبان گوهربار و ناب شما شنیدیم. اجازه بدین پول ارتباطی برنامه را اعلام بکنم خدمت بیننده های عزیز، و بعد ادامه در خدمت شما باشیم. بیننده های عزیز و گرامی، مثبت 964-780-255-413 پول ارتباطی میان شما و برنامه هست. میتونید گوشی های همراهتان را بردارید، هر سوال و یا هر گونه انتقادات، پیشنهادات دارید، از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. همچنان از شما دعوت میکنم که برنامه های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب فراموش نکنید، و حتما گزینه های لایک کردن، خوش داشتن و پسندیدن رو توجه داشته باشید، تا باشد انشاءالله که معنویت در زندگی شما خوبان بیمشروده باشد. استاد، وظایف ما را نسبت به همه بیان کردن، در واقع نسبت به پدر و مادر، اقوام، خویشاوندان، اقارب، با وظایف ما را نسبت به طبیعت، اینها بیان شد. بی مورد نیست که ایرم بشنویم و حسن ختام برنامه ما باشه ای که وظیفه ما نسبت به امام زمان ما چی هست. هر قسمت همجوری خدمت رو نرز کردم آقای حسینی، ببینید ما عرض شد چند دقیقه پیش، بله، بله. السلام علی ربیع الانام، سلام بر بهار جانها. شما با بهار چی میکنی؟ شما با گلهای بهاری چی میکنی؟ این گلهای بهاری که در دستتان هست، شما بله به قول ادبیات فارسی تیمار میکنی، حواست هست بهش، بهش آب میتی، مواظبت هست. ما با امام زمان خودمون چی باید بکنیم؟ امام زمانی که اشراف داره بر قلب ما، بر روح ما، بر جان ما، امام زمان که داریم که حضرت فرمود که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، هرگز فرمود یاد شما، نام شما از ذهن ما نمیره. وظیفه ما چیست؟ وظیفه من منتظر نسبت به منتظر. من منتظرم. شما منتظر کسی هستین چیکار میکنین؟ الان ما در برنامه‌ای که اومدیم نمیشه که با زرپرانی بشینیم، نمیشه که همه تو بیایم آقا دکور هم هر چیش آمد خوش آید، نه نمیشه. مرتب منظم هستیم نسبت به امام ما، امام قلب های ما چی کنیم؟ درود بر سوال همین سوال از آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه، این عارف نازنین پرسیدن، گفتن آقا جان چی کنیم نسبت به امام زمان خود ما؟ امام زمان ارادت داشته باشیم، امام ماست، چی کنیم؟ آقا جواب نمیدادن، اصرار کردن، فهمودن چی کنم وقتی که عمل نمی کنید؟ این خطاب به افراد و گناهکار مثل من ایشان فهمودن. فهمود چی کنم؟ وقتی که عمل نمی کنی، همون ندانی، تکلیفت کمتره. بارک الله، بارک الله. فهمو چه کنم که هرچه دستور قرآن و روایت میگیم شما عمل نمی کنین؟ تصور بگید دوباره. فرمود که یک، انجام واجبات، دو، ترک محرمات. فرمود اگر امام زمانی که بر قلب و جان ما حاکم هست، امام زمان هست، نه گذشته، نه حال و نه آینده، امام همه وقت هست، فرمود اگر به دستورات او، این که سوال شما میشه، اگر به دستورات او عمل کردم میشوم منتظر واقعی. وقتی که امام زمان آمد، حدیث شریف فرمود و اکمل به عقولهم، امام زمان میاد دست رو سر امت خودش میکشه و عقلها رو کامل میکنه، اما به یک شرط، شرطش اینجاست که عمل بکنم، دو، ترک محرمات، دستوراتی که حضرت داده عمل بکنم،
و چیزهایی که مرا نهی کرده خودم ازش باز بدارم. این میشود امام زمانی بودن. خیلی عالی. پس همی که دستوراتش عملی بکنیم، بله، یعنی ارتباط را برقرار کردیم و صله رحمی شده همچنان. دقایق کوتاهی را در خدمتان هستم، بفرمایید. زنده باشید. ببینید، این از چیزی که شما فهمودین که در مورد امام زمان بگین و در مورد این طبیعت و در مورد قلب دلها بگیم. حالا بریم دوباره سراغ همین روایات عالی، که روایتی که قبلا عرض کردم، قبل از ربیع الانام عرض کردم صدقه بی به رفیقت بدی. رفیق منظورم رفیق جان خودت که پدر مادرت هست. چرا رفیق دادن اومد؟ چون پدر و مادر خوبی است، خوب هست که رفاقت داشته باشه با اولاد خودت. فهمید اگه صدقه بدی، نه ای حرفا چیه، در پدر خودم صدقه بدم. پیشتر عرض کردم صدقه دادن ما بد معنا کردیم. اگه کمک بکنم بگیم هدیه است، یه هدیه است. پدر جان یک عمر خون دل خوردی، سر سفره نان حلال آوردی، امروز وظیفه ما هست تو بشین رو سرم جا داری، امروز ما بر خودت، امروز نان خودت با ما، آب خودت با ما، اینو با ما، این میشه صدقه. فرمود نه تنها صدقه است، بلکه فرمود الصدقه تو علی القرابه صدقه و صله، هم صله رحم میکنی، جان او رو به دست میاری، روحش به دست میاری. قربانت بشم پیامبر رحمت نشسته بودن، اصحاب دور و بر حضرت نشسته بودن. حضرت فهمود که اگر دقیق با همین مسئله مربوطه، فهمود اگر در طول روز، در طول روز بیان یک خیلی بار با رحمت به پدر مادر سیل بکنن، خدا یک حج مبرور بهتر عنایت میکنه. بسیار شخص نازنین و بزرگواری مثل شما، انسان هوشمند و بزرگوار، نشسته بود عرض کرد آقا جان اگه من روزی 100 بار به پدر مادرم با چهره نورانی و بشاش نگاه کردم، در چهره نورانی پدر مادر، آیا خدا بر من 100 تا حج واجب عنایت میکنه؟ فهمود الله اکبر، خدا خیلی بالاتر از حرفاز، چی فکر میکنی؟ بله 1000 بار نگاه کن. این میشه اوج صله رحم نسبت به پدر و مادر. تشکر از شما، ممنونم. سلامت باشین از استاد. تشکر از این قبول زحمت کردید، در برنامه تشریف آوردید. انشالله که خیر و سلامتی بدرقه راهتان باشه و شادکام باشین. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه سال نو، حال نو که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک و به همتا میسپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.